درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهقانپور هستم. در پنجشنبه ششم فروردین ماه 26 مارس نگاهی داریم به رقص ایرانی در کاخ سفید. Hello everyone. Naruzatan Mubarak. برای بیش از 3000 سال خانواده ها و جوامع در خاورمیانه، آسیا و سراسر جهان و اینجا در آمریکا نو شدن زمین در بهار را جشن گرفتند. بله، اینک بهار را حس می کنیم. مثل بسیاری از منازل شما، ما در کاخ سفید هفت سین خودمان را چیده ایم. همانطور که همه شما می دانید، هر سین در هفت سین سمبل امید جدیدی برای سال نو است. حالا بعد از یک زمستان طولانی، ما همه به یکی از اینها نیاز داریم. چند روز پیش از فرارسیدن سال نو، میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، در مراسمی در کاخ سفید مراسم نوروز را پاس داشت. میشل اوباما طی برگزاری مراسم گفت کاخ سفید خانه مردم است، جایی که تنوع فرهنگی و سنتی که هویت ما را شکل میدهد به نمایش میگذارد. نوروز یکی از همین سنت هاست. حضور گروه رقص جاده ابریشم از بخش‌های بسیار دیدنی مراسم در کاخ سفید بود. بانوی اول آمریکا تاکید کرد هنرمندان موسیقی و رقص‌های متنوعی را از سراسر جهان اجرا خواهند کرد. امیدوارم شما اینجا را خانه خودتان بدانید و عشق و روح این جشن را احساس کنید. نوروز مبارک. رقص از نخستین ابزارهای دیپلماسی عمومی بین کشورها و هنر مناسبی برای تبادل فرهنگی میان ملت هاست. رقص چیزی فراتر از تکان دادن بدن است. رقص شیوه زندگی است. زندگی با زبان بدن. رقصیدن با ریتم زندگی. رقص در کتاب تاریخ ایران در کدام فصل قرار دارد؟ رقص در ایران امروز کجاست؟ زنان رقاص، یا اونطور که این روزها گفته میشه رقصنده، در کشورهای اسلامی از جمله ایران با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟ آیا رقص ایرانی به دلیل محدودیت‌های موجود در جمهوری اسلامی ایران با خطر فراموشی روبروست؟ در فیسبوک افق از همه شما کاربران و بینندگان پرسیدیم کدام رقص ایرانی رو بیشتر دوست دارید. همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه رقص کردی رو انتخاب کردن. رقص‌های بعدی به ترتیب علاقه‌ای که نشون دادن کاربران، رقص بابا کرم، رقص آذربایجانی، رقص بندری، رقص قاسم آبادی و گزینه‌های دیگری هست که میتونید به فیسبوک افق مراجعه بکنید و کماکان در اونها شرکت بکنید و گزینه مورد علاقتون رو انتخاب بکنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به فیسبوک افق سر بزنید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به گروه رقص جاده ابریشم، گروهی که در کاخ سفید برنامه را اجرا کرد. مجموعه هنرهای نمایشی واشنگتن دی سی معروف به کندی سنتر صحنه نمایش برنامه‌ای با نام 3000 سال زنان جاده ابریشم بود. گروه رقص جاده ابریشم در جریان پنجمین جشنواره ترانه‌های شرقی که در سمرقند ازبکستان برگزار شد به هنرنمایی پرداخت. چهارمین جشن نوروز در موزه هنرهای معاصر فیلادلفیا برگزار شد و گروه رقص جاده ابریشم در این برنامه به اجرای رقصهای سنتی نوروزی پرداخت. مسابقات فوتبال جام آسیایی در دوحه قطر صحنه هنرنمایی گروه رقص جاده ابریشم بود.
جشن تیرگان و اجرای رقص‌های سنتی ایرانی به مناسبت فرارسیدن این جشن باستانی توسط گروه رقص جاده ابریشم در تورنتوی کانادا. اجرای رقص گروه جاده ابریشم به مناسبت فستیوال گنج‌های آقاخان در موزه تمدن‌های آسیایی در سنگاپور. اجرای رقص گروه جاده ابریشم در جشن نوروزی میشل اوباما بانوی اول آمریکا در کاخ سفید. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق خانم دکتر لورل ویکتوریا گری، مدیر گروه رقص جاده ابریشم، گفتگو از پیش ضبط شده با ایشون داشتیم که در طول برنامه خواهید دید. خانم سپیده فرشادی، عضو گروه رقص جاده ابریشم که در استودیو صدای آمریکا با این لباس زیباشون ما هستن، در طول برنامه باشون صحبت خواهیم کرد. با خانم ایمان شیبانی نژاد، هم عضو گروه رقص جاده ابریشم، گفتگو از طریق اسکایپ انجام دادیم که اون رو هم خواهید دید و شنید. سال نو رو به همه اهل هنر رقص هم تبریک میگیم. خب ماجرای حضور گروه رقص جاده ابریشم در کاخ سفید رو از زبان مدیر این گروه بشنویم. چطور از سوی کاخ سفید دعوت شدید؟ Well, it's a very exciting story and it actually started a year ago. داستانش خیلی هیجان انگیزه. همه چیز از یه سال پیش شروع شد. پارسال کاخ سفید یه مهمونی کوچیک نوروزی در یکی از ساختمون‌هاش برگزار کرد و بانوی اول هم در اون حضور نداشت. ما برای اجرای رقص در این برنامه دعوت شدیم. توی این برنامه ما نه تنها رقص ایرانی بلکه رقص اقوام دیگه‌ای که نوروز رو جشن می‌گیرند رو هم اجرا کردیم، مثل آذری، تاجیکی و ازبک. اینکه این مناسبت رو به رسمیت شناختن خیلی خوب بود و به نظر من این مهمونی در واقع امتحانی بود برای اینکه ببینن چه واکنشی میگیرن. از اینکه اونجا دعوتمون کردن خیلی خوشحال شدیم، تا اینکه امسال ایمیل دعوت کاخ سفید رو دریافت کردیم و با کمال میل اون رو پذیرفتیم. کمی بعدم به ما تلفن زدن و گفتن راستی مهمونی در امارت کاخ سفید و همه جدا خوشحال شده بودن. رقص ها رو چطور انتخاب کردید؟ They did trust me. make a selection. برای انتخاب رقصا همه به من اعتماد داشتن و ما میتونستیم تا 3 رقص رو اجرا کنیم. من به عنوان کارگردان هنری این ذهنیت رو همیشه دارم که چطور یه اجرا رو برنامه ریزی کنم. تصمیم گرفتم شروع برنامه رو با رقص نلبکی آذری شروع کنیم، چون که چای نشونه مهمون نوازیه. از یه طرف هم داشتیم روی لباسای جدید بنفش رنگی کار میکردیم که آخرین لحظه آماده شد و من اصرار داشتم که حتما اجراها با این لباس باشه، چون میدونستم پرده های سالن در پس زمینه زرد رنگ و با بنفش جور در میاد. بعد تصمیم گرفتیم یک رقص افغانی اجرا بکنیم، هم به خاطر روابط آمریکا با افغانستان، هم به خاطر اینکه تعدادی از زنهای گروه رقص افغانی رو خوب بلدن و لباس های زیبایی هم داشتیم. آخر سرم قرار بود که رقص پری رو اجرا کنیم که با بهار همخونی داره. داستانش خیلی نمادین و به این ترتیبه که یک پری از آسمون به زمین میاد و به آدم ها در نبرد بین خیر و شر کمک میکنه. ولی درست همون موقع که دخترها آماده میشدن روی صحنه برن، به ما خبر داده شد که وقت نیست. البته این مسئله در برنامه‌های زنده خیلی پیش میاد و اصلا هیجان برنامه زنده به همین پیش آمده است و آدم باید اون رو قبول کنه. مدت ها بود که من اجرای رقص پری در کاخ سفید رو تصویر میکردم. همون روزم قبل از جشن رقص پری رو در کاخ سفید تمرین کرده بودیم. بنابراین تخیلات من هرچند نه کامل، ولی بخشی از اون به واقعیت پیوست. Not exactly how I visualized it, but even so, it made the dream come a reality. So maybe someday we'll be able to do our dance of the pari. So
صحبت خانم دکتر لورل ویکتوریا گری، مدیر گروه رقص جاده ابریشم بود. سپیده فرشادی یکی از افرادی که در کاخ سفید حضور داشت و در اون مراسم رقصید امروز مهمان ما. سپیده، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. با عرض تبریک به نوروز به شما و همگی بینندگان شما که نوروز رو جشن میگیرن در هر جای دنیا. خب ما با هم قبلا که صحبت میکردیم گفتی اون لحظه که کاخ سفید بودی و قرار بود برنامه اجرا بکنیم، اشک در چشم جمع شده بود و گریه میکردی، شاید گریه شوق و خوشحالی بوده، و بعد ازت پرسیده بودن که چرا گریه میکنی، چه میگذشت اون لحظات در ذهن تو؟ قبل از اینکه ما به کاخ سفید بریم، خب خیلی هیجان زده بودیم، احساسات رو فراموش کرده بودیم و به این داشتیم فکر میکردیم که چطور این کوریوگرافی ها رو درست انجام بدیم، تمرین کنیم. ولی همچنین تا قبل از اینکه بریم روی صحنه، انگاری یه چیزی دیگه به من خورد و شروع کرد دیگه، عشق تو چشم جمع شد و خودم نمیتونستم فکر کنم چرا، فقط احساسات یه دفعه خیلی زیاد شد. و بعدن که مدیر سرکرو دنس کمپانی از من سوال کرد چرا گریه میکردی، آیا به خاطر این بود که داشتن از ایران صحبت میکردن، دیدم جواب این سوال میلیون ها جواب داره. این سوال یکیش این بودش که شعار سرکرو دنس کمپانی این هستش که همین گروه رقص جاده ابریشم. بله، جاده ابریشم. ترجمهش این هستش که شناخت فرهنگی از طریق زیبایی و سرور. و من خب اینو همیشه میگفتیم و هیچ وقت درک واقعی نداشتم تا اون لحظه واقعا احساس کردم که واقعا از لحاظ فرهنگی چقدر آدم میتونه ملت‌ها رو نزدیک بکنه، چقدر میشه شناخت به وجود بیاره. و خیلی احساسات اومد توی ذهن من. یکیش این بودش که خب بالاخره ما این نوروز باستانی رو که هزاران سال قوم یونانی و عرب و مغول و همه حمله کردن به ما، این رسم باستانی هنوز به جا مونده و نه تنها توی مرزای خودش مونده، ولی حالا داره میره توی قلب آمریکا و من دارم میبرمش. نمیگم شغل قمر کردیم، ولی در خودتو نماینده یا سفیر نوروز میدیدی در کاخ سفید؟ پیغامبر نسل خودم میدیدم، نسلی که از ایران اومده، به خاطر اینکه خب یه سری آزادیایی رو که هر بشری باید داشته باشه کم داشتیم اونجا. خب اومدیم اینجا، بار دادیم، برگ دادیم، رشد کردیم، شاخ دادیم، ولی هنوز ریشه‌مون به سنگ خورده و نسلی هستیم که نه توی ایران احساس میکنیم که خونمونه وقتی میریم برمیگردیم، نه اینجا کاملا جا افتادیم. هر چقدر هم جا افتاده باشیم بازم از یه جای دیگه اومدیم. و احساس میکردم من این پیغام رو دارم میبرم به کاخ سفید و یه طورایی هم یک صدای اعتراض بود برای کسایی که توی ایران هستن و نمیتونن توی صحنه نمایش برقصن، در برابر عموم، در برابر عموم نمیتونن اجرای نمایش کنن، چه رقص چه آواز، و ما داریم میکنیم و همه دنیا میبینیم. فکر میکردی تمام این مسئولیت روی دوش تو اون لحظه اینقدر سنگین بودیم؟ درسته. و خیلی چیزای دیگه و یه قسمتش هم خب خیلی هیجان زده بودم، خوشحال بودم. چند سال از ایران اومدی بیرون سفید؟ الان یه 23 سالی میشه. 23 سال میشه. بعد تو این سالها به ایران میری و برمیگردی؟ 10 ساله که نرفتم. 10 ساله. قبل از اون یه هر 3 سالی میرفتم، یه هفته دو هفته میموندم، ولی الان 10 ساله نرفتم. و فارسی خوب صحبت میکنی. وقتی که از ایران اومدی بیرون یا برش تو این سالها که نوروز رو جشن میگرفتی، اصلا در مخیلت، در تصورت چنین چیزی ممکن بود بگذره که یک موقع نوروز رو در کاخ سفید خواهی بود؟ اصلا. حتی وقتی من شروع کردم به یاد گرفتن رقص،
هیچ وقت فکر نمی‌کردم که روی صحنه برنامه اجرا کنم. من فقط شروع کردم به عنوان اینکه یه تفریحی باشه، ورزشی باشه. رقصم در آمریکا شروع کرده بود. بله. توی ایران که هیچ فرصتی نمیشه، امکاناتش نیست. هیچ وقت به ذهنم هم خطور نکرد. تا اینکه 4 سال پیش یه کلاس رقص شرقی برداشتم با خانم سوزان میلز و خیلی علاقه من شدم. بعد از یه مدتی از من خواستن که درس بدم توی استودیوی رقص بوسه و بعد از اونجا با همیشه درباره سیلک رود دنس کمپانی جاده ابریشم میشنیدم دورا دور و یه بار یکی از نمایش‌هاشون رو رفتم و میدونستم که میخوام خودتون اونجا میدید فکر کردید که از اونها باشم و رسیدی بهش. بله. بعد دیگه کلاس برداشتم با خود لارل ویکتوریا گری و معمولا آدیشن میکنن، انتخاب میکنن که کی تواناییشو داره برای اینکه به گروه بپیونده. ولی لارل از من خواست که بدون اینکه آدیشن کنم شرکت کنم توی بعضی از برنامه‌هاشون که داشت میومد. خب من البته این توضیح هم بدم که اگرچه من خودم خیلی شگفت زدم از فارسی صحبت کردن شما، میدونم دادم وقتی 20 چند سال در خارج از ایران باشه براش سخت میشه، مخصوصا که هر روز هم با افرادی در تماس باشه که اینها آمریکایی هستن. و ایمان شیبانی نژاد هم از این در واقع مستثنا نیست، بچه‌هایی هستن که عمدتاً نسل دومی شاید محسوب میشن و با این وجود خب میبینید که چه علاقه نشون میدن به هنر و فرهنگ ایرانی. پاسخ ایمان شیبانی نژاد یکی دیگر از اعضای گروه رو که در کاخ سفید بود و با این گروه به این سونسوی دنیا رفته و رقصیده رو به همین پرسش بشنویم که چه احساسی داشت در کاخ سفید. برای من خیلی خیلی جالب بود، خیلی خوشحال شده بودم، گفتم این فرصت خیلی خوبیه برام، برای گروه رقصم، برای وطن من یعنی ایران. و برام به خودم گفتم که خوبه که فرهنگ ایرانی به نسبت رقص برای خیلی سخت نبود، چون ما همیشه تو این موقع ماه مارچ دیگه برنامه زیاد داریم، چون همیشه اینجا میرقصیم و بعضی از این وقتا مثلا 15 تا رقص داریم و میدونستم که فقط چند تا رقص رو داشتیم تو این برنامه، ولی خب این خیلی مهمترین چیز نبود. مهمترین چیز این که بود که این فرصت رو داشتیم و میدونستم که یه چیز خیلی مهم میشه و میدونستم که این خیلی مهم بود، چون که تو این موقع دیگه این گفتگوی هستی داریم تو سوئیس و سوئیسرلند و میدونستم که همه دنیا دارن نگاه میکنن دیگه، نه به رقصمون ولی به این برنامه. سپید یه توضیح بده در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد در کاخ سفید. شما قرار بود 3 اجرا، 3 رقص رو در واقع اجرا بکنید. رقص اونچه که به عنوان رقص استکان یا رقص نلبکی و نمیدونم اسامی مختلف رقص آذری یا آذربایجانی هست انجام میدید، یک رقص افغان در افغانی انجام میدید و یا افغانستانی، و بعد قرار بود رقص پری رو انجام بدید. یه توضیح بده چه اتفاقی افتاد و چه شد که رقص پری انجام نشد؟ به دلایل وقت بود، وقت کم اومد، مثل اینکه دیر شروع شد کل برنامه و متاسفانه نشد. اتفاقا رقص پری قشنگترین اون رقص ها بود و با همین لباس ها، با همین کاستوم قرار بود ما اجرا کنیم. یعنی برای هر رقصی لباس خاص خودشو داشتن؟ بله، رقص اول آذری بود که من توش بودم، رقص استکان بود که استکان میذاریم کف دست و میرقصیم باهاش. و خودت هم تو بزرگ شده رضایی هست؟ من از کلاس دوم دبستان تا دوم دبیرستان در رضای ارومیه زندگی میکردم و خاطرات خیلی خوبی دارم و همیشه فکر میکنم اگه برگردم ایران دوست دارم رضایی زندگی کنم. و با اون رقص هم خوب ارتباط خاصی برقرار میکنم؟ فکر میکنم رقصای آذری و رقصای ارامنه خیلی متنوع هست و خیلی تاثیر گذاشته توی رقصای ایران.
ما یه طوری مدیون اقلیت هامون هستیم، اقلیت های ارامنه و آذری ها که خیلی هم اقلیت حساب نمیان، ولی اینها این رسوم ما رو بیشتر حفظ کردن تا کسایی که توی شهرهای بزرگ هستن. در مورد رقص پری توضیح بدید. رقص پری، رقص پری هیچی دیگه نتونستیم ما اجرا کنیم. متاسفانه دوتا از رقصنده‌هامون هم فقط توی اون دوتا رقص بودن و حالشون گرفته شد که آماده بودن برن رقص و اجرا کنم. دو نفر از اعضای گروه اصلا فرصت پیدا نکردن که رو صحنه برن. من خودم هم توی اون رقص پری یه قسمت کوچولوی تک رقصی داشتم. ایمان هم قرار بود توی همون رقص پری باشیم. هممون تقریبا قرار بود دیگه تو آخری باشیم. رقص پری، ماجرای رقص پری میتونی خلاصه توضیح بده که چه هست؟ یعنی چه داستانی رو میگه؟ داستان خاصی نداره، فقط ما به شکل مینیاتورا لباس پوشیدیم و خب پری موجود الهی به حساب میاد که میاد به زمین و کمک میکنه به انسانها که ایول رو صلح و دوستی رو در واقع بیان در مقابل که صلح و دوستی رو برپا کنه و ما نماینده فرشته ها هستیم به قول معروف. شبیه فرشته هم هستین همتون. خب یه تکه ای از صحبت های خانم دکتر گری با هم بشنویم، با گروه رقص جاده ابریشم بیشتر آشنا بشیم. Tell us how did you come up with this چه شد که اسم گروهتون رو جاده ابریشم گذاشتید؟ Yes, well, right, we were founded in 1995. گروه سال 1995 تأسیس شد، ولی تاریخش به مدت‌ها قبل از اون برمیگرده، وقتی که من در سیاتل دانشجوی لیسانس رشته تاریخ شوروی بودم و در عین حال روی این رقص‌ها کار می‌کردم. توضیح به افراد در مورد اینکه روی رقص‌های آسیای مرکزی و قفقاز، گاهی شمال آفریقا و خاورمیانه کار می‌کنیم کمی دشوار بود. یه روز یکی از دوستان مقاله‌ای رو در نیویورک تایمز نشونم داد که درباره رقصی در انجمن آسیای نیویورک بود که اسمش رقص و آواز در جاده ابریشم بود و من با خودم فکر کردم خودشه. جاده ابریشم همه اینها رو در یه جا جمع میکنه. میدونیم که اصطلاح جاده ابریشم ساخته و پرداخته فردیناند وون ریختوفن، باستانشناس آلمانی، که در واقع اسم عالی برای جاده انتخاب کرده که هزاران سال از عمرش میگذره و شبیه شبکه‌ای از راه‌ها از چین تا مدیترانه و خاورمیانه و آسیای مرکزیه. از همون موقع این اسم در ذهنم بود. بعد از اینکه از سیاتل به ازبکستان رفتم و بعدم به واشنگتن اومدم، به پیشنهاد یکی از دوستام اسم گروه رو گذاشتیم کمپانی رقص جاده ابریشم و اون رو به ثبتم رسوندیم. And we have it federally registered trademark. Do your company شما همه رقص‌های ایرانی رو انجام میدید؟ Different variety of Persian dances. Oh, I wish we did. I wish we did all. There's so much more to learn. ای کاش اینطور بود. هنوز خیلی چیزا برای یاد گرفتن داریم. کاری که ما میکنیم فقط نوک کوه یخه. ما رقص قاسم آبادی، قفقازی یا همون رقص آذربایجانی و بندری رو انجام میدیم و حدود یه سال پیش قشقایی رو هم اضافه کردیم. همینطور رقص ترکیک. اقوام مختلفی تو ایران هستن. Tell us why you chose قاسم آبادی، بندری و قشقایی. I can say with Bandari, it's that something about that rhythm. It gets everybody so happy and excited. And رقص بندری ریتم مخصوصی داره که همه رو به تحرک وامی داره و در مهمانی ها هم همه رو شاد میکنه و به رقص در میاره. که توضیح علمیش اینه که ما انسان ها تمایل داریم با یه ریتم خاص بدنمون رو حرکت بدیم و موسیقی بندری خاصیت شادی آفرینی و شفا بخش داره. قاسم آبادی هم علاوه بر زیبایی داستان جالبی داره و مخاطبان آمریکایی وقتی داستان چیزی رو بدونن ارتباط خیلی بهتری با اون برقرار میکنن. مثلا همه ما میدونیم که این حرکت چه مفهومی داره. Everybody knows what this gesture is. Everybody understands that. We all have done that, right? So all of a sudden همه ما این حرکات رو انجام میدیم. در واقع تفاوت‌های زبانی و فرهنگی رو قطع میکنیم و زبان مشترک بدن رو به کار میگیریم. Effective. Qashqai, the
The costumes are so fascinating. در قشقایی لباس‌ها فوق‌العاده زیبان با رنگ‌های زنده و شاد. تئوری من اینه که در قدیم و موقع زندگی بیابانی و عشایری افراد لباس‌های با رنگ‌های زنده می‌پوشیدند تا در صورت گم شدن یا جا موندن از بقیه جلب توجه بکنند. به علاوه وقتی آدم خونه‌ش رو عوض می‌کنه همه زیبایی‌ها و خوبی‌ها رو با خودش می‌بره، مثلا یه فرش زیبا یا یه لباس زیبا. این روشی کهن و اختراع انسانه و زندگی عشایری سبکی باستانی داره که در عهد عتیق کتاب مقدس هم اومده و سبکیست که روزگاران باستان در بین النهرین و خاورمیانه به اون قاعده زندگی میکردند. چند رقصنده دارید؟ حدود 14 نفر هستیم. اهل کجا هستن؟ ازبکستان، ایران. و چند نفرشون ایرانی هست؟ سه رقصنده ایرانی و رقصنده های روسی، ارمنی، ایرلندی آمریکایی، سوئدی آمریکایی، چند تا عضو ایتالیایی آمریکایی هم داریم که رقصان بسیار خوبی هست. به نظر من پوشیدن لباس های مخصوص و اینکه آدم روح و احساسش رو به جای مردمان یه منطقه خاص بگذاره و رقص اونها رو انجام بده، مثل اینه که آدم به جای اونها صحبت میکنه. سپیدید تو از بحث کاخ سفید هم دور نشدیم، بیشتر به رقص ایرانی بپردازیم. فکر می‌کنی که این اتفاقی که مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد اون روح نوروز رو انعکاس داد به اون هدفی که می‌خواست به نظرت رسید؟ بله، خیلی زیاد. هدف نوروز اینه که مردم رو دور هم جمع کنه، خانواده‌ها رو دور هم جمع کنه و یک پیام امید بده و پیام محبت، و این هدف انجام شد. همه اومده بودن، از تگزاس بودن، از پنسیلوانیا، از دیگه نمیدونم از کجاها، ولی از جای مختلف همه اومده بودن. بعضیا ازبک بودن، بعضیا افغان بودن، ایرانی زیاد بود، ولی همه زیر یه سقف جمع شدن و همه خوشحال بودن، خیلی احساس افتخار میکردن که اونا هم بالاخره الان توی کاخ سفید جا باز کردن، و این یک امید میده به کسایی که ایرانیایی که اینجا هستن، شاید فردا یک روز بهتری باشه برای ما. و من تقریبا یه هفته دو هفته بعدش سفارت ایران یه ایمیل چیز داد تبریک سال نو و مقایسه میکردم و به نظرم نمیومد هدفی که پیامی که نوروز باید برسونه سفارت ما رسوند. و این یکی از مسائلی هستش که من هر وقت میریم، ما توی سفارتخونه ها زیاد برنامه اجرا میکنیم و اینا همه خیلی پشتیبان فرهنگشون هستن، خیلی ترویج میکنن فرهنگای کشورشون رو توی آمریکا. ما این پشتیبانی رو نداریم. انتظار داشتید همچین مراسمی که در کاخ سفید بود هر سال در سفارت ایران برگزار بشه؟ چرا که نه. نه خب کارم زیادیه. انتظار فکرمون زیاده. حالا لازم نیست رقص و آواز باشه توی سفارت ایران، ولی چیز دیگه هم فکر نمی کنم باشه. اتفاق خاص فرهنگی فکر میکنه نمیفته. چه موقع صحبت از سابقه گروه جاده رقص جاده ابریشم شد؟ خودت اخیراً تازگی این جزو آخرین افرادی هستی که به گروه پیوستی. چه موقعی؟ چند سالی؟ جاده ابریشم الان 20 ساله که داره کار میکنه. من سال قبل پیوستم، یه خورده بیشتر از یه ساله. 2013 بود. بله، آخرای 2013 بود. و از اون موقع تا حالا ما حدود یه 50 تا برنامه اجرا کردیم. تقریبا در حدود یک سال اینا 50 تا اجرا. بله، به طور میانگین یه برنامه در هفته. خسته کننده میشه خیلی. بیشتر اینا در نقاط مختلف آمریکاست یا به کشورهای دیگه هم؟ چون ما تون گزارش اول دیدیم که سفرهای خارجی هم زیاد. بله بله، از وقتی که من جوین کردم نرفتیم جایی. دلیلش بیشتر این هستش که خب بود چیزش بود که بتونیم بریم مثلا ازبکستان،
یا دبی، ولی همه رقصنده‌های ما نمیتونن شرکت کنن و بعضی از این فستیوال‌ها تعداد خاصی میخوان، مثلا 10 نفر میخوان و اگه ما نتونیم 10 نفر رو جور کنیم نمیتونیم بریم. خیلی برنامه بود برای نوروز توی دانشگاه‌های کورنل بود، جاهای دیگه، ولی بازم وقتش ناجوره. مثلا جمعه است، خب مردم کار میکنن. اتفاقا ما برای همین برنامه هم خودت میدونی مدت ها چقدر ما ایمیل و تلفن و اینها شاید متجاوز از 300 تا ما ایمیل رد و بدل کردیم و تماس داشتیم تا بتونیم هماهنگ بکنیم برنامه رو. و همه شماها زندگی حرفه‌ای دارید، یعنی این رقص در واقع به عنوان شاید طبیعتا مورد علاقتون بسیار، ولی چیز راهی نیست که ازش زندگیتون رو بگذرونید. خود شما شغل حرفه‌ای چه هست؟ برای اینکه ما وقتی هم می‌خواستیم هماهنگ بکنیم همه گفتن ما کار می‌کنیم، نمی‌تونیم این ساعتی که ساعت 11 نیم صبح تا 12 نیم ظهر واشنگتن ساعت کاریمون رو نمی‌تونیم بیایم. و خب تو محبت کردی، مرخصی گرفتی، اومدی. چه کار می‌کنی شما؟ من گرافیک دیزاین انجام میدم برای کمپانی داروسازی. و همه دعوا از گروه هستن، مثل مثلا الان ایمان شیبانی، نجات شندیمون هم معلم تاریخ و اکثریت همه کارهایی دارن. بله معلم هست. یه حدود 20 تا از شاگرداشو با مدیر مدرسه رو دعوت کرده بود که بیان کاخ سفید که برنامه ما رو ببینن. ما همه جورشو داریم. خب اجازه بده که بخش دیگری از صحبت‌های ایمان شیبانی نجات رو هم بشنویم. من چند سال پیش، 5-6 سال پیش شاگرد دانشگاه جورج واشنگتن بودم و خانم لورال گری اونجا درس میده و من اون وقت شروع کردم با قوی رقصم. 3 سال پیش معلم تاریخ شدم ولی بازم با قوی رقص میرقصم. خب برای من رقص ایرانی خیلی مهمه چون من اینجا زندگی میکنم و آمریکاییم، ایرانی هم هستم و واقعا ایرانی احساس میکنم و با رقص ایرانی میتونم با فرهنگ ایرانی شرکت کنم. و خب من خیلی رقص رو دوست دارم و برای من خیلی چیز معنویه. با این گروه رقص میتونم هنر ایرانی بیشتر کشف کنم و از این خیلی خوشحالم. خب ببینیم خانم دکتر گری رقصای ایرانی رو چطور طبقه بندی میکنه. شما کل رقص‌های ایرانی رو در 4 دسته رقص رزم، رقص بداهه یک نفره، رقص زنجیره‌ای یا حلقه‌ای و رقص مذهبی تقسیم کردید. تمام رقص‌های ایرانی رو چطور در این 4 گروه طبقه بندی می‌کنید؟ If we talk about combat dances در مورد رقصای رزمی، مثلا در تصاویر قدیمی مردایی رو می‌بینیم که رقص شمشیر می‌کنن، همطور حرکاتی که مردا با موسیقی مخصوص در زورخونه‌ها انجام میدن تا خودشون رو قوی‌تر کنن. حرکات زورخونه رو هم رقص محسوب می‌کنید؟ If you take the meaning to be اگه مفهوم رقص رو حرکت با ریتم یا آواز تعبیر بکنیم که خیلی مفهوم وسیعه، حرکات زورخونه در دستبندی رقص قرار میگیره. به علاوه اونها در زورخونه ها چرخ هم میزنن که فوق العاده است. Those amazing fast spins that they do. در مورد رقص بداهه چطور؟ Well, any Persian party, you know, the ladies, you know, they always look so great and they're رقص بداهه رو هم که در هر مهمونی ایرانی میشه دید، وقتی خانم‌های ایرانی بنا به موسیقی خودشون رو تکون میدن. عشق به رقص که در تمام ایرانی‌ها به خصوص زن‌ها هست، فوق‌العاده است و زن‌های ایرانی واقعاً رقصندگان خوبی‌اند و این خیلی طبیعیه که آدم با موسیقی حرکت بکنه. در نقاشی‌های قدیمی هم می‌بینیم که همه دارن می‌رقصن اما حرکات هماهنگ نیستن، یعنی هر فردی دست‌هاش رو به شکل متفاوتی حرکت می‌ده، یعنی همه دارن با یک موسیقی یکسان رقص متفاوت و مخصوص خودشون رو می‌کنن. تصاویر و نقش‌های حاکی از رقص در ایران باستان در آثار و سفالینه‌های بجامونده از دوران ساسانی و حتی قبل از اون به دوران کشاورزی و یکجانشینی می‌رسه که نشون می‌ده آدم‌ها در حال انجام حرکت‌های هماهنگ هنگن. در یک جانشینی برای بقا آدم ها باید همکاری داشته باشن.
در این تصاویر رقصندگان عموما زن هستند. Historically, you'll see gender separation with dances. از نظر تاریخی رقصندگان از نظر جنسیت جدا شدند که به نظر من به خاطر متفاوت بودن وظایف زن و مرده. زنها کارهای متفاوتی از مردها انجام دادند. مثلا دست گرفتن دو نلبکی و زدن اونها به هم یا اینکه خمشی و استکانی رو از زمین برداری. اینها همه حرکت‌های زنانه هستش که با موسیقی و آواز میتونن همراه بشن. این خیلی طبیعیه و از زندگی روزانه آدم ها نشأت میگیره و حتی بهتر از موزه عمل میکنه چون ریتم روزانه زندگی آدم هاست. و رقص زنجیره‌ای یا حلقه‌ای چطور؟ Chain dances, so you see something like the Qashqai. رقصایی مثل قشقایی یا کردی، همینطور بندری، مثالی از این نوع رقص که حرکت گروهی روی یک خط یا دایره‌ای شکل داره. مثلا کردها رسم دارن که در ایام نوروز در طبیعت دست در دست هم جمعی می‌رقصن. You know, with their fingers linked, all dancing together. سپیده ما تو فیسبوک پرسیدیم که رقص مورد علاقه شون چه هست. دیدی اکثر کاربران رقص کردی رو انتخاب کردن. خودتو رقص مورد علاقت بین این رقصه که انجام میدی چه هست؟ تو رقص ایرانی من وقتی ایران بزرگ میشدم همچون که گفتم ارومیه زندگی میکردم و توی اون ناحیه اقوام خیلی مختلفی زندگی میکنن. کردها هستن، ارامنه هستن، آسوریا هستن، ترکا، فارسا و من واقعا از همه خورده یه چیزی یاد گرفتم. رقص کردی بله خیلی جالب هستش. ما اتفاقا میکنیم با سرکرو دانس کمپانی. من از رقص ایرانی فکر میکنم آذری رو دوست دارم، من که خیلی لطیف هست رقصای زنانشون و خیلی اصول داره و چی میگن قانون داره. رقص دیگه هم دوست دارم. توی ازبکستان رقص خارزمی رو دوست دارم. خودت صحبت کردی بزرگ شدی آذربایجان هستی ولی مادر پدرت ترکی نیستن، آذربایجانی نیستن. نه. کجایی هم؟ پدر من مال لارستان شیراز هستش، یه جایی بین شیراز و بندرعباسه و مادر من با اینکه متولد تهران هست ولی خانوادهش مال رشت گیلان هستن. من خودم متولد تهران بودم ولی هیچ وقت تهران زندگی نکردم. دختر ایرانی در واقع. درست، همه جا بودم. رقص برای تو چه معنی داره؟ رقص یک صحبتی هستش. ما وقتی صحبت میکنیم با زبونمون حرف میزنیم ولی رقص مکالمه بدون کلام هستش. ما میتونیم با کل بدنمون صحبت کنیم و خیلی از خصوصیت های اقوام توی این رقص ها تعبیر میشه و مثلا طوری که ما مثلا بشکن میزنیم، خب مثلا ازبک طور دیگه ای اون حرکت رو انجام میده. اینها به خاطر خاصیت های فرهنگی و قومی ماست. اینا چیزهایی که ما رو رقص مثلا ایرانی رو جدا میکنه از رقصهای دیگه. و تو قبل از اینکه با گروه رقص جدید بشم کار بکنی برات انقدر آشنا بودی که نوروز برای کشور همسایه ما انقدر مهم هست؟ نه اونقدر نه. میدونستم خب جای دیگه هم جشن میگیرن ولی نمیدونستم عظمتشو نمیدونستم و حتی ممکنه من... از ما گاهی اوقات جدیتر هم بگیرن در واقعا. من خیلی درباره کشورهای همسایه‌مون توی این مدت که با سرکرو دانس کمپانی بودم یاد گرفتم و دارم یاد میگیرم که چقدر فرهنگامون شبیه هم هست. خب پس چون پرسیدیم که رقص مورد علاقت چه هست، پاسخ ایمان شیبانی نژاد رو همین پرسش بشنویم. ازش پرسیدیم که در میان رقصی که انجام میده کدام رقص مورد علاقش. چون فامیلم خوزستانیه من خیلی از رقص بندری خوشم میاد. برای دخترهای آمریکایی شاید یه خورده سخت تره ولی برای من خیلی خیلی خوبه، خیلی دوست دارم. غیر از این خیلی رقص کلاسیکی رو دوست دارم. میگم
مخصوصا لباس این رقص ها، لباس ها که داریم برای این رقص ها خیلی قشنگن و سنتی هن و کاملا فرهنگ ایران رو میبینیم که حرکت رقصش و لباسش. رقص از سیاست و مذهب هم طبیعتا دور نبوده. در برای همزمانی اجرای شما به عنوان یک آمریکایی در مورد جشن نوروز در کاخ سفید با زمینه سیاسی در روابط ایران و آمریکا چه فکر می‌کنید؟ It's very interesting because my own background. خیلی جالبه، من از طرف پدری سوئدی ام و سابقه خانواده مادریم در 11 نسل به پوکوهانتس میرسه و همچنین به ویلیام برتفورد که با پوریتان ها به نیو انگلند رفت. یعنی خانواده من هم مهاجر از طرف پدری و هم آمریکایی های قدیمی، و این هم از من که نه تنها یه گروه رقص تشکیل دادم بلکه تدریس میکنم، لباس طراحی میکنم و کارهای دیگه. رمز این در زیبایی نهفته است. در این فرهنگ ها زیبایی وجود داره که قلب منو به خودش میخونه و معتقدم اگر این زیبایی رو به غیر ایرانی ها نشون بدم، اونها هم با این تمدن باستانی و این همه خرد، زیبایی، موسیقی، معماری، علم و هنر آشنا میشن. راستش رو بخواین فکر میکنم تصادفی نیست که وقتی 11 سپتامبر اتفاق افتاد، من داشتم در واشنگتن گروهمو تشکیل میدادم. ما افرادی رو لازم داشتیم که بگن صبر کنین، همه حقایق رو در نظر بگیرید و یه طرف قضاوت نکنین. اسلام فرهنگ زیبایی و مهمون نوازی هم داره. رقص مذهبی رو چگونه گروه بندی میکنید؟ We are very careful about how something would be presented because از نظر مذهبی خیلی حواسمون هست، به خصوص در مورد مسائلی که دقت و حساسیت بیشتری می‌طلبند. در حال حاضر یه موج جهانی درباره رقص ایرانی شکل گرفته که بیشتر روی حالت معنوی اون تاکید داره، بر اساس صوفیگری و مولوی بنا شده. چرخش‌های رقص صوفیان شبیه چرخش‌های مردها در زورخونه هاست. همه چیز در هستی می‌چرخه، از مولکول‌ها گرفته تا سیارات، و این حرکت چرخشی خیلی منطبق با طبیعت. وقتی که ازبکستان بودم در مراسم ذکر شرکت میکردم که زنهای روستایی برگزار میکردن، دایره میزدن و سرود میخوندن، مثل این بود که تمام درد و رنج رو فراموش میکردن. بنابراین اینجور رقصا نوعی احیاء سلامت و برای روح و جسم شفا بخشه. What does distinguish چه چیزی رقص ایرانی و عربی رو از هم متفاوت میکنه؟ From Arabic dances. In Arabic dance there is isolation. در رقص عربی پاها به شکل جداگانه حرکت میکنن، اما در رقص ایرانی حرکت پاها واحد هست. شونه ها هم حرکت میکنن ولی حرکتشون متفاوته. در رقص ایرانی تمام بدن به مثابه یک واحد یگانه حرکت میکنه و اونچه که به عنوان رقص کلاسیک میشناسیم بر اساس مینیاتورهای دوران صفوی است. همون حالتی رو داره که رقص باله در غرب داره، و به خاطر نوع حرکتاش که در راستای طبیعته بعدها موجب آسیب به مفاصل نمیشه و برعکس شفابخش هم هست. مثل جاده که دو طرف است، وقتی آدم احساس خاصی داره نوع حرکات بدنش مطابق اون میشه، ولی میشه با یه حرکت خاص اون احساس رو تغییر داد. مثل اون ترانه یه فیلم معروف آوای موسیقی که میگه وقتی ناراحتم طوری صاف میستم که کسی فکر نکنه ناراحتم. انگلیسی ها همیشه میگن صاف بیس یا سرتو صاف نگه دار، و این باعث اعتماد به نفس میشه. در واقع این یه جور بازی و ارتباط بین ذهن و جسمه، و اگه آدم اون رو یاد بگیره موهبتی فوق العاده نصیبش شده. What a fantastic gift that is. رقص زنان کشورهای اسلامی نشان دهنده چه چیزی است؟ It reflects their way of expressing joy. It reflects
what they find beautiful in life. نشون دهنده نحوه بیان شادی و زیبایی، حتی غم. و ممکنه این رو در ملأ عام نبینیم، ولی در تاجیکستان مناطقی هستش که مردمش رقص مراسم خاکسپاری دارن. نشون دهنده کارهای روزانه، نگرانی‌هاشون به عنوان زن خانه‌دار، در نهایت نشون دهنده زیبایی هست. همه فرهنگا زیبایی رو دوست دارن، ولی زن‌های ایرانی خیلی نگران زیبایی هستن و اگه زیبایی رو ازشون بگیری می‌میرن. حتما باید وسایل زیبا دور و برشون باشه و تمام این حس زیباشناسی در حرکات رقصشون انعکاس پیدا کرده. All of this aesthetics and their roles are all reflected in their dance. خب سپیده فرشادی رو ازش خواهش کردیم که تو این چند دقیقه بیسته و توضیح بده در مورد این لباسی که به تن کرده. سپیده توضیح بده این لباس چه ویژگی هایی داره، رنگ، فرم، در واقع طراحی که روش هست. درست، این ما بهش میگیم لباس رقص پریمون هست که رقص کلاسیک ایرانی رو باهاش میکنیم. مدیر جاده ابریشم از کارتای مینیاتور ایرانی الهام گرفته برای درست کردن اینها، کلاه، لباس. و متاسفانه نتونستیم توی کاخ سفید این رقص رو انجام بدیم. در واقع این مینیاتور هایی که الان دیدیم یه جوری الهام بخش دکتر گری بوده برای طراحی این لباس. درسته. دکتر گری خیلی محقق کنجکاوی هستش و کلی جعبه داره از مینیاتورهای ایرانی. برای من گاهی اوقات کتابای ایرانی میاره، کتابی نظامی گنجوی میاره. در کنار طراحی رقص، طراحی لباس هم خودش انجام میده. بله، ما خیلی کارامون خودمون میکنیم. بعضی لباس ها، خب لباس های مثلا از جایی مثل ازبکستان، این ها خب هنوز تولید میشن از خود اون کشورها، ما اینا رو میاریم. ولی از ایران خیلی ما خودمون یا درست میکنیم. شلوارای بندریمون رو خریدیم. ولی کلاه رقص پری چه چیزی رو در واقع نمایش میده؟ این روش پیزلی دیزاین داره، گلبوته که خیلی ایرانی هستش. بله، توی رقصایی که میکنیم خب این چیزایی که از همون فلو میکنه خیلی کمک میکنه که کار حرکت با پارچه شما زیاد دارید در واقع. بله، ما لباس خانم دکتر ویکتوریا گری اکچولی برای طراحی لباس جایزه گرفته و خیلی تحقیق کرده در مورد این رقص ها. در مورد جواهرات چطور؟ دلایل خاصی داره انتخاب این برای اون رقص؟ بله، ما نسبت به اینکه چه کاستومی بپوشیم، چه رقصی بکنیم، جواهراتمون فرق داره. معمولا با رقصهای آذری گیس میکنیم موامونو، مرواری بندونشون میکنیم. اتفاقا داریم یک دو تا عکس هستش که مدل موآو در واقع که اونا رو بله. میتونیم ببینیم. با رقصهای ایرانی گاهی اوقات باز همین کارو میکنیم، مرواری استفاده میکنیم. رقصهای اگر رقصهای خلیج و هندی و اون عربی و این کار رو بکنیم، بیشتر طلا استفاده میکنیم. خب این یکی از رقصایی که خودت رو داری انجام میدی. رقص دیگه هم هست که لباس زرد و طلایی دارین که اگه اونم آماده باشه ببینیم، اونجا مدل موها و در واقع نوع کلاه. این رقص ازبک هستش. رقص ازبکه. اون عکس مگه این هم در واقع این چیست؟ این توی سفارت آذربایجان یه روزی در دی‌سی هست که همه سفارتخونه ها دراشون رو وا میکنن که مردم بیان و ببینن. و این ما پارسال و امسال هم دعوت شدیم که در سفارت آذربایجان برنامه اجرا کنیم. خب من حالا میخوام یه عکسی رو ببینیم که برای خیلی بعد جالب باشه دیدن این عکس. این عکس رو ببینیم بعد صحبت کنیم این که این عکس چه کسی هستش. اون عکس رو ببینیم، یک خانومی است که روی موتورسیکلت هارلی دیویدسون نشسته. این رو تصویر اگه آماده هست با هم ببینیم. این چه کسی است خانم فرشادی؟
سپیده برشدیش روی موتور سیکلت و عکس دیگه هم ازش هستش که اینا رو این ده. خب این چیز عجیبیست، یعنی تضاد شاید نمیدونم بشه گفت یا هر چیزی که شاید ویژگی زندگی شماست که اگر شما رو در این وضعیت در خارج از استودیو کسی ببینه کمتر تصور میکنه که شما رو در این لباس و با رقص ایرانی و رقص کشورهای آسیای مرکزی. توضیح بده علت این علاقه به هارلی دیویدسون و این عکس و ماجراش هست؟ اما نمیدونم، وقتی دیدم فکر کنم اولین باری که علاقه من شدم به موتور و موتور سواری توی مونترال زندگی میکردم و یه جمع خیلی بزرگی حدود 200-300 تا موتور سیکلت هارلی دیویدسون داشتن اینجایی با هم میرفتن در گروه و فکر کردم من خودم رو میبینم بازم. بعد چند سال پیش این اولین بار، خب این حرف ممکنه 13 سال 14 10 سال پیش بود. قبلش اصلا سوار موتور نشده بودی؟ نه هیچ وقت. یه دفعه علاقمند شدی که پشت هارلی دیویدسون بشی؟ نه سال پیش رفتم کلاس برداشتم و شروع کردم به سوار شدن. و الان یه هارلی داری خودت؟ بله این دومیه اکشن. یکی قبل از این داشتم، اولی رو سال 1990 2006 خریدم، اینو 2008. و خیلی جایی آمریکا باهاش سفر کردم، زیبایی این کشور رو تجربه کردم روی موتور سیکلت. وقتی با هم صحبت میکردیم قبل از برنامه گفتی دوتا آرزو داشتی اگر در ایران بودی، این دو آرزو چه بود؟ نمیدونم برآورده بشه یا نه، ولی یکیش اینه که بتونم ایرانو همجوری که اینجا میرم در کمال سیفتی، امنیت در کمال امنیت میرم، تمام کشور رو میتونم ببینم با هارلی دیویدسون. بله خودم تنها بتونم در ایران سوار هارلی بشی و این سونس بریم. اتفاقا همین چند وقت پیش، یه ماه پیش، من یه خانومی رو دیدم، انگلیسی هستش که ایران سفر کرده با موتورش و کتاب داره می نویسه در این مورد و گفت هیچ مسئله نداشته، خیلی دوست داشته ایرانو که ممکن دوباره اصلا این کار رو بکنه. گفتم به من بگو وقتی داری میری شاید من هم دیگه. خب آرزوت اینه که سوال هارلی بشی دور ایران بگردی و یکی دیگه آرزوت اینه که بتونیم برقصیم تو ایران. نمیدونم به طور یا نه فقط برقصم، ولی اینکه بتونیم بریم ایران و رقص‌های محلی ایران رو یاد بگیریم، تحقیق کنیم و اینا رو درج کنیم. خب با ایمان شبان نژاد هم همین بحث رو باش در میان گذاشتیم. توضیح میده ایمان در مورد وضعیت امروز ایران و مقایسه که با کشورهای همسایه میکنه در مورد نوروز. وقتی من میبینم که تو ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان این برنامه ها رو دارن که مثلا 100 تا خانوم هستن دارن میرقصن و با لباس قشنگ با آهنگ قشنگ، من والا یه خورده حسود میشم، چون کاش که مثلا ما میتونستیم این کار رو بکنیم. خب ازبکستان و تاجیکستان اونا هم کشور اسلامی هستن و مسلمون هستن، خب و اینجوری مثلا سلبریت میکنن، ولی خب ایران هم کشور اسلامیه، مسلمونن ایرانی ها بیشترشون. و خب اگر میخوام واقعا رسمی باشیم، نوروز عید اسلامی نیست، ولی ما هممون جشن میگیریم چون این فرهنگمونه دیگه. و فکر کنم رقص مثل جشن نوروزه و وقتی میبینی لباس سنتی خانم‌های ایران 100 بار قشنگتر از لباس مدرن که داریم الان تو ایران، تو آمریکا، تو نمیدونم کجا، همه جا. و اگر میتونستیم، چون مثلا ما نمیتونیم بریم بیرون تو خیابون با لباس مثلا این رقص پری، کاشکی میتونستیم این کار رو بکنیم، این خیلی قشنگ میشه، ولی اینجوری نیست. فقط چند تا فرصت رو داریم که فرهنگمون رو واقعا با فرهنگمون رو شراکت کنیم و
رقص یه فرصته. رقص یک فرصته. ویدئویی هست که جالب اینو ببینیم، این ویدئو موسیقی پاپ ازبکیست، ازبکستان، یک خواننده که ظاهرا اونجا خیلی هم معروف هست، من اصلا نمیشناختمش، ولی از این جهت جالبه که دو تا از مهمونهای امروز برنامه در اون ویدئو حضور دارن و صحنه هایی رو به نمایندگی از گروه رقص جاده ابریشم میرقصن. این بخشی از این ویدئو رو با هم ببینیم. تصویر این سه نفری که دیدیم در این ویدیو کلیپ حضور داشتند، یکیشون سپیده فرشادی و دیگری ایمان شیبانی نژاد بود. سپیده، اون نفر سوم کی هستش که با شما میرسه؟ کورتنی. یکی دیگر از اعضای گروه است. بله، ده ساله، بیشتر از ده ساله که با سیلک رود دنس کمپانی برنامه اجرا میکنه. این ویدیو مربوط به چه زمانی؟ چند سال؟ همین تابستون. تابستون گذشته. سه چهار ماه پیش. کجا ضبط شدیم؟ توی خیلی نزدیک اونجایی که ما تمرینامونو میکنیم در هایتسویل مریلند. بله، خب جاهای دیگه هم خود در واقع این خواننده ازبک اومد اینجا با شما اینجا. بله، اومد و خیلی پروژه جالبی بود. میشناختیم؟ برای که اومدن نه از قبل نمیشناختیم. ولی ظاهرا مثل که خواننده معروفی است در ازبکستان. بله، مثل که کاراش خیلی کمدی هستش. و وقتی اومدن ما این یه اتاق داریم پر از لباسای رقص و اینا، فکر کنم میخواستن ما خورده غربی باشیم و تعجب کردن که اومدن توی نافه آمریکا و ما لباسای محلی داشتیم، سنتی داشتیم. چقدر برای خود تجربه جالبی بود و برای گروه که در کنار کارهایی که بخش عمدهش کارهایی است که سنتیه، یعنی نگاه شما نگاه به گذشته است در موسیقی، این کارهای پاپ این شکلی رو در واقع انجام بدید. اولین تجربه بود برای شما برای گروه؟ برای من بله، و نمیدونم برای گروه که 20 سال عمرشه، ولی برای من اولین بار بود که همچین کاری میکردیم و جالب بود. این دو سپیده مختلف. سپیده در این لباس رقص پری و سپیده سوار هارلی دیویسون رو تو اینجور کارا به هم نزدیک میکنی خوده؟ نمیشه، متاسفانه تضادش خیلی زیاده. ولی کسی که روی اون موتور میشه هنوز اینه. ما یه تقریبا یک دقیقه بیشتر پایین برنامه نمونده. سوال شاید سختی باشه ولی دوست دارم اگه هر جور که راحتی اینو پاسخ بده. اون چه که ما در کارهای شما میبینیم، همونطور که اشاره کردم، بیشتر زن سنتی ایرانی یا زن سنتی آسیای مرکزی رو نشونه، زنی که در تاریخ به ایران حضور داشتن، تو که مثلا وقتی رقص استکان و رقص چای می‌بینیم، زنی است که پذیرایی می‌کرده و این رقص در واقع الهام از اون گرفته شده و اتفاقات مثلا کشاورزی می‌کنه، زنی است که اصولا در گذشته ایران حضور داره. برای خودت چقدر این چالشه که زن امروز ایران رو، زن امروز آسیای مرکزی رو بتونی نمایش بدی؟ خیلی وقتمون هم کوتاه. خب بالاخره این چیزا توی فرهنگ ما وجود داره و باید پاسش بداریم. این چیزها هست که ما رو ساخته و الان اینی شدیم که هستیم.
حالا من اتفاقا خیلی هم فمینیستم، مخالف اینم که زن باید تو خونه بشینه و پذیرایی کنه و چای شیرینی بده و بچه داری کنه تمام مدت، ولی خب این هم جای خودشو داره، هر چیزی جای خودشو داره و به اندازه متعادل اگه انجام بشه همه چیز رو به راهه. سپاسگزارم ازت. سپیده فرشادی بود، همچنین از ایمان شیبان نژاد و دکتر لورال ویکتوریا گری هم سپاسگزاریم. تشکر. ممنون.